نیکبخت اسم خانمی است که 25 سال را از سوی برادرش زندانی شده است. ظاهراً سرنوشت نیکبخت برعکس اسمش رقم خورده است. این خانم 25 سال عمرش را در یک اتاق تاریک و مخروبه به شکل بی‌رحمانه از سوی برادرش به بند کشیده شده بود که با همکاری مردم محل و مسئولان امنیتی حدود یک هفته پیش از مربوطات حوزه دهم شهر کابل آزاد شد. دغه سیمه چارکلا زمونږ د لسمې حوزې مربوط ده. د دغه سیمې څخه یو نفر زمونږ لسمې حوزې پولیسو ته اطلاع ورکړې وه. یو شپه چې په دغه کور کې یو زنانه په داسې شکل باندې بندي ده، په همدغه کوټه کې زمونږ پولیس راځي. دلته د کور پلټې د سیمې وکیل ګذر همدغه شانتې زمونږ د پولیسو له جملې خویندې هم ورسره موجودې دي. دوی چې کله د کور ته راننوځي، له دغه کوټې څخه چې تاسو وینئ، دغه څخه یو د انسان آواز راځي. غلام سخی برادر نیکبخت است. او با 3 فرزندش در پیوند به حبس این خانم بازداشت شده است. غلام سخی ادعا می کند که خواهرش را به دلیل مشکلات عصبی زندانی ساخته بود. غلام سخی ولد بدل، ولد پروان، ولسوالی شیخلی می باشم. خواهرم در حدود 25 سال زندانی بود. از چی اعمالی که کردم پشیمان است. اما آمری حوزه دهم امنیتی شهر کابل میگوید آنچه بر سر نیکبخت آمده ناشی از اختلافات خانوادگی بوده است. تقریبا 25 کال مخ که دا یو چاته واده سوی و 4 کال لغه سره و بیا بچان کېدل. په نبودن د بچانو کې دا را طلاق سوله، دا طلاق کړله، بیا خپل کور ته راغله. بل اخره دی ورور سره یا دی ورندار سره دی دی دوی ظلم پکاو، لډیر ظلم، لډیر ستم، بیا د دی اتاق ته چول سوی ده. نیکبخت کی تقریبا از حرف زدن باز مانده است، 25 سال بیدرنگ را در تاریکی روی زباله و مخروبه ها گذرانده است. نیکبخت 25 سال را در این مکان سپری کرده است، جایی که نه نور و نه هوای تازه به او میرسید. فقط یک غذای ناچیزی از این گوشه، از یک سوراخ به خانم نیکبخت رسانیده میشه. این زن اکنون در یکی از شفاخانه های دولتی زیر مراقبت قرار دارد. دکتران می گویند که وضعیت صحی او رو به بهبود است. در مریض کروز اول راورد، اصلا هیچ گپ زدن نمیتونست. بسیار ترس ایراز داشت. حتی ما را که می دید یک قسم خدا مثل یک طفل وار خدا گوشه نشین می کرد. بعد از اکم آمدیم دست پایش غرز گرفتیم، حتی پای خدا بیچاره همه تو مکم گرفته بود، حتی پای خدا درست کرد نمیتونست. بزال از اول که بسیار خوب شده. هرچند میزان خشونت های خانوادگی در افغانستان یکی از نگرانی های جدی نهادهای حقوق بشری بوده، اما مصیبت هایی را که نیکبخت تجربه کرده تکان دهنده است.